رهبر مقاومت با درود و تهنیت به رئیس جمهور برگزیده مقاومت در جنگ صد برابر برای پیشرفت و پیروزی در مسیر راه حل سوم و حفاظت از قهرمانان اشرف به مجاهدان اشرف آماده باش داد و خاطر نشان کرد، به طور قانونمند و به طور کاملا قابل فهم و تجربه شده هرگاه مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک در مسیر راه حل سوم گامی به پیش برمی دارد یا پیروزی ارزنده‌ای کسب می کند، رژیم پلید ولایت و ایادی وزارت و نجاست همراه با وحوش جنگل شرارت قرار از کف می دهند و در ورودی و از لاء اشرف به جست و خیزهای میمونی مبادرت می کنند. تجربه ای که پس از اجتماع عظیم هموطنان من در تاورنی، پس از بیانیه های اکثریت 31 مجلس قانونگذاری و نمایندگان پارلمان در 35 کشور جهان، پس از قطعنامه پارلمان اروپا درباره موقعیت قانونی مجاهدان اشرف، پس از کنفرانس بین المللی پاریس و پس از حکم تاریخی دادگاه اسپانیا به چشم دیدیم. پس از اجتماع تاورنی و بیانیه دفاع 480 هزار تن مردم استان دیالی از مجاهدان اشرف در تابستان گذشته، ولی فقیه ارتجاع از طریق مالکی و قاضی شرح العبودی احکام دستگیری ما را صادر کرد. پس از حکم دادگاه اسپانیا نیز ولی امر مسلمین جهان با تاکتیک همیشگی فرار به جلو به دست نشاندگان دستور داده است احکام دستگیری 80 تن دیگر از مجاهدین را از جمله شماری درگذشتگان و شهیدانی که خامنه ای هنوز هم از آنان لرزان و حراسان است صادر کنند. از روز 9 مهر تا 17 دی 1389 در کمتر از 100 روز وحوش و مزدوران در 6 حمله در روزهای 9 مهر، 25 مهر، 12 آبان، 20 آذر، 5 دی و 17 دی در مجموع 221 مجاهد خلق را در اشرف مجروح و مصدوم کردند که 94 تن از آنان زنان قهرمان مجاهد خلق هستند. از سوی دیگر دیکتاتور خونریز خامنه ای دی ابن دی به اعدام برجسته ترین زندانی سیاسی مقاوم ایران علی صارمی با 24 سال سابقه زندان و اعدام دیگر فرزندان این خلق اسیر روی آورده است. همچنان که سردشخیم دیوان عالیش گفت، به زعم ولی فقیه طلسم شکسته و فرتوت، اعدام باعث ثبات و امنیت نظام می شود. فقط در 1 ماه گذشته دیکتاتور خونریز در مجموع 87 نفر زندانی سیاسی و غیر سیاسی را در ایران اعدام کرده است. اکنون هم پس از نامه خانم اشتون نماینده عالی 27 کشور اتحادیه اروپا درباره وضعیت اشرف، فراخوان به دولت عراق برای احترام و التزام به استانداردها و قوانین انسان دوستانه بین المللی، ابلاغ قطعنامه 25 نوامبر پارلمان اروپا به دولت عراق و یادآوری مراجعه و اعتراض نمایندگان 12 دولت به کمیته سرکوب اشرف در 21 آذر ماه 12 دسامبر 2010 و پس از کنفرانس بی سابقه واشنگتن درباره حفاظت مجاهدان اشرف و ابطال برچسب تروریستی، تردید نکنید که موش ولایت در تله ورودی و از لاء اشرف بار دیگر سر و دم خواهد جنباند. خامنه ای و دست نشاندگان با گله وحوش و مزدوران در حضیض استیصال بار دیگر در صدد برمی آیند تا اشرف را آماج جنون و کینتوزی حیوانی قرار دهند. متقابلن مجاهدین با عزم حد اکثر برای جنگ صد برابر آماده اند
و پیشا پیش به ولی فقیه بی حیا بیا بیا گفتند. Hey, 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 hey